سلام و سپاس که آزادی آنلاین را تماشا میکنید. امروز از مرگ شبه برانگیز یک دادستان جوان در دوشنبه میگوییم و هم میبینیم که چگونه بعضی از مهاجران تاجیک در این روزهای دشوار در حق هموطنانشون نیکی و کاری خیر میکنند. شاید به دست شما هم یک ثبت صحبتی از طریق ایمو واتساپ وایبر رسید که در آن دایر به مرگ جلال الدین عبدالجبارزاده دادستانی از دوشنبه صحبت میشود. مقامات گفتند سبب مرگ دادستان در روز 19 اپریل نه بیماری کووید 19 بلکه التهابی شش بود، اما نه همه به این گفته ها باور کردند که شرح زیاده در این باره در وبسایت ما نوشتند. یک کاربری که نامش را نگفته است در وبسایت رادیو آزادی نوشته است از تحلیل خبرهای مرگ، قرنطینه خانواده های فوتیدگان، علامت های بیماری معلوم است که در تاجیکستان کرونا ویروس را پنهان میکنند. با کدام سبب خدا میداند یا پرزیدنت و حکومت. کاربر دیگری هم گفته است باید از حالا چاره‌های پیشگیری را بیندیشند، چون اگر بیماری بود زیادتر نشود. او در صفحه رادیو آزادی گفته است باید درس‌ها را در مکتب‌ها فوراً منع کنند، حداقل برای یک دو ماه. پهن کننده کسلی‌ها مکتب‌ها هستند. تصور کنید اگر یک کودک اولی بیمار کسل را در بین همسینف و جوره‌هایش پهن کند، در یک دو هفته تمام شهر کسل می‌شود. در آن وقت نه شفاخانه کمک می‌کند نه دارو. تاجیک بچه با مراجعه به مقامات تاجیکستان گفته است اگر مبادا بیماری در کشور باشد به خاطر پدر و مادران عزیز پیشگیری کنید. او نوشته است مانند دیگر کشورها قدرت نداریم، امکانات کشور محدودتر است، مردم بی عقل نیست و همین در یک محل شدن التهاب شوش خودش گواهی میدهد. احتیاط کنیم، ببینید دولت های پرقوت هم نمیتوانند این دشواری را پشت سر کنند. مرگ جلال الدین عبدالجبارزاده در صفحه ما در اینستاگرام هم بحث زیاده برانگیخت و کاربر با نام سبحان الله 8888 دعا کرده است تا بیماری به تاجیکستان سرایت نکند. دعایش چنین است: خدا تاجیکستان را در پناهت نگه دارد. ما هر روز دعا گوییم بیماری به تاجیکستان نرود. بین هم گرانی است و زندگی مردم و زور پیش می رود. مردم احتیاط شوید، به جای که آدم زیاد است نروید. بیهوده در جای سیر آدم نگردید. اول نه فکری خود بلکه فکری آیله هایتان را کنید. کاربر با نام الهام جان هم در اینستاگرام به این بحث همراه شده و مختصر به همه توصیه جالب و مهمی داده است تا از کرونا ویروس نو ایمن باشند. توصیه اش چنین است: سلامی دست به دست، آغوش گرفتن و بوسه کردن را تا ساختن واکسینه بس کنید که این ویروس شوخی ندارد. واقعا توصیه مذکور را نه تنها کاربر رادیو آزادی در اینستاگرام بلکه طبیبان و سازمان جهانی بهداشت میدهند و خوب است که آن را رعایت کنیم. پیش از اون که بعد تماشای ویدیوهای شما برویم، واقعا به همه اونهایی که ویدیو میگیرن میفرستن، نظرشون رو ثبت میکنن سپاسگزاریم، ولی باید بگوییم که نمیتوانیم همه اونها رو در یک روز ببینیم و نشر کنیم. ویدیویی رو که حالا میبینیم سلیم جان سویونو فرستاد که همراه با گروه از جوانان خیرخواه دیگر کمک جمع آورند و به هموطنان محتاجشان تقسیم میکنند. تا کنون این گروه به صدها خانواده های مهاجران و خود مهاجران در ولایت مسکو مواد غذایی تقسیم کردند. بچه اینا بچه های خدمون بودن، شما تنها یکا نیستین، هست که بچه های بنانگ نموز توجیک خدوان همه وقت چی میکنه یکا اون چی بگین حجی دوکنین سلامت باشین. ما فراموش نکردن، ما را سوخ بردن نسکیری کردن، همش در احمد برکت جون خدوان برکت جون، یک بکیم هزار بگیرم شما نیز هر جای باشید صحت و سلامت باشید. تلفنی که میبینید واتساپ، وایبر، تلگرام و ایمو دارد و برای قبول ویدیوهای شماست. تا دیدار در برنامه دیگر.